باز هم درس ما در رابطه به زبان اسکیل یا استرکچر کوری لنگویج است. هدف عمومی که در این کورس داشتیم رسیدیم به هدف ششم که عبارت از اسکیل ویو هست و اهدافی که در درس اسکیل ویو داریم عبارت از این است که ویو را تعریف ویو، اهداف استفاده از ویو، همچنان ایجاد کردن ویو ها و تغییرات آوردن یا تغییر دادن ویو و همچنان دراب نمودن یا حذف نمودن ویو ها می باشد. پس در قدم اول ویو یا نما چیست؟ ویو یا نما یکی از آبجکت های کاربردی در اسکیل است. از این آبجکت برای تامین امنیت دیتا در جداول دیتابیس استفاده میشه. آبجکت ویو یا نما یک راه مجازی بین استفاده کننده و همچنان جدول دیتابیس می باشه و یکی از آبجکت های خیلی مهم و کاربردی بعد از جدول می باشه. یعنی به خاطر از اینکه مستقیم یوزرها به جدول اصلی یا بیس تیبل یا جدول قاعده ارتباط نداشته باشه، ما میتونیم که ویو را ایجاد کنیم و از طریق ویو عملیات یا امو ترانزکشن انسرت دلیت اپدیت از طریق ویو در جداول انجام بدیم. پس به می خاطر گفته میشه که ویو یکی از آبجکت های مهم دیتابیس است که برای ایجاد یک راه مجازی استفاده میشه و به خاطر بلند بردن سطح امنیت دیتایی که در داخل جداول هست. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که ویو یک ورچوال تیبل یا جدول مجازی هست و ویو خودش کدام دیتا یا معلومات در خود ذخیره نمیکنه، بلکه دیتایی را نمایش میده یا دیتایی را بر ما ویو میکنه که قبلا در جدول اصلی یا در بیس تیبل ذخیره شده است. خب اهداف استفاده از ویو چیست؟ چرا ما باید با وجود داشتن جدول یا بیس تیبل چرا ما باید ویو را ایجاد کنیم؟ یکی از اهداف مهم محدود ساختن دسترسی استفاده کنندگان به جدول اصلی است تا اینکه از طریق ویو ترانزکشن انجام بدن و به جدول اصلی یا بیس تیبل یا جدول قاعده دسترسیشان محدود شود. هدف دوم عبارت از نمایش اطلاعات از چندین جدول است. یعنی ما با استفاده از ویو میتونیم که معلومات چند جدول همزمان یا یک جای نمایش بدیم. هدف سوم عبارت از نمایش دادن کوری های مغلق است که بعض اوقات ما با استفاده از دستور سلکت، بعض توابع فنشن ها آبریترها را استفاده میکنیم و ما میخواییم کوری را در به شکل یک ویو در یا یکی از آبجکت های مهم در دیتابیس ذخیره کنیم. پس به خاطر که همون ویو ها یا کوری های مغلق نمایش بتیم از ویو استفاده میکنیم. هدف چهارم دسترسی استفاده کنندگان به اطلاعات مشخص هست که نیاز دارن. فرض کنیم که ما یک جدول بزرگ از کارمندان داریم و هر دیپارتمنت ما می خواهیم دسترسی فقط به مو کارمندایی داشته باشه که در مو دیپارتمنت قرار دارن. پس ما می تونیم با استفاده از ایجاد نمودن ویو حق دسترسی استفاده کنندگان به مو اطلاعاتی که مربوط دیپارتمنتشان میشه محدود بسازیم. و همچنان توسط استفاده از ویو میتونیم که اطلاعات به اشکال مختلف نمایش بدیم. خب ویو یا نماد به صورت عموم به دو نوع هست، سمپل ویو و همچنان کامپلکس ویو. سمپل ویو عبارت از ویو هایی هست که از یک جدول یا از یک جدول قاعده ایجاد میشن و کامپلکس یا ویو های مغلق عبارت از ویو هایی هست که با استفاده از چندین جدول ایجاد میشن. خب به خاطر ایجاد نمودن یا به خاطر کرییت نمودن ویو ما باز هم از دستور کرییت استفاده میکنیم، بعدن کلمه کلیدی ویو در این قسمت دستور کرییت، بعدن کلمه کلیدی ویو و به هر ویو نام یا امو ایدنتیفایر مشخص میسازیم که قبلا هم ما در قسمت تعیین نمودن ایدنتیفایر هم بعض قوانین داشتیم که در این قسمت هم باید مراعات شوه. بعدن کلمه کلیدی حذف میایه و بعدن کلمه کلیدی سلکت است که ما با استفاده از دستور سلکت تعیین میکنیم که کدام کالما و از کدام جدول در ویو گنجانیده شوه. به این معنا ویوی که ایجاد میشه
به اساس کدام جدول بیس تیبل یا جدول اصلی و به اساس کدام کاندیشن یا شرطی ایجاد شده که در اینجا شما ساختار عمومی یا استرکچر عمومی شه میبینید که در قدم اول کرییت است، بعدا سلکت کدام کالما رو میگیریم، بعدا فرام از کدام جدول و بعدا هم ویر کلاس یا کلاس ویر هست که به خاطر تعیین نمودن شرطی یا کاندیشن استفاده میشه. طور مثال در این مثال میبینیم که یک ویو ایجاد شده به نام تیچر ویو و این به اساس جدول که ایجاد شده او عبارت از جدول تیچر است. تمام ستونهایش گرفته نشده بلکه در سلکت لیست فرست نیم دیپارتمنت و همچنان سالری انتخاب شده و شرطش هم ای است که استادای در این ویو نمایش داده شده که دیپارتمنتشان مساوی به اس ای باشه. یعنی شاید در جدول تیچر ما تمام استادای تمام دیپارتمنت ها را داشته باشیم، اما ما می خواهیم که تنها معلومات استادای در این ویو نمایش داده شده یا بیاید که دیپارتمنتشان مساوی هست به اس ای. در اینجا هم یک مثال دیگه را میبینیم از تیچر ویو که عملا در محیط خود کامند لاین MySQL کار شده و ویو به نام تیچر ویو ایجاد شده و در نتیجه هم ما وقتی میبینیم فقط سه کالمه که در سلکت لیست در اینجا ذکر شده در نتیجه هم فرست نیم، دیپارتمنت و سالری آمده و از چون شرط مایی بود که دیپارتمنت مساوی به اس ای باشه در اینجا هم میبینیم که تمام استادایی که در این لیست آمده همیشان دیپارتمنتشان مساوی به اس ای است. اگر ما بخواییم ویوهایی که ایجاد شده ویوها را ببینیم با استفاده از دستور شو هست یا کیوری شو، زمان که برش میگیم شو تیبلز، در اینجا هم به ما لست از جدابل قاعده یا بیس تیبل نشان میده و همچنان ویوهایی که ایجاد کردیم در این قسمت در لست بر ما نشان داده میشه. موضوع دیگه ای است که زمانی که یک ویو را به یک نام ایجاد میکنیم همون شکل که ما در یک دو دیتابیس به عین نام نمیتونیم داشته باشیم و یا دو جدول به عین نام داشته باشیم به عین شکل نمیتونیم به یک نام بیشتر از یک ویو ایجاد کنیم. به می خاطر در این مثال شما میبینید که نماها یا ویو باید با نامهای مختلف ایجاد شود. در صورتی که بار دوم خواسته شده که یک ویو به نام تیچر ویو ایجاد شود در اینجا یک ایرر واقع شده که گفته شده تیچر ویو already exists، یعنی این ویوی هست که از قبل موجود هست. به می خاطر باید هر قدر ویوی که ایجاد میکنیم نامهایشان مختلف باشه. موضوع دیگه استفاده از کلمه کلیدی ریپلیس هست. اگر ما میخواییم که یک ویوی که از قبل به اونا موجود هست او ریپلیس شوه، جایگزین شوه به یک ویوی جدید، به این معنا که اگر ویو وجود نداره کرییت شوه و اگر وجود داره ریپلیس شوه، در او صورت به خاطر که بر ما غلطی نته و نگویه که جدول از قبل یا ویو از قبل موجود هست ما از کلمه کلیدی ریپلیس استفاده میکنیم. Create or replace view. Teacher view has select first name, last name, salary from teachers. در این حالت اگر teacher view از قبل موجود هم باشه کدام ایرر یا غلطی نمیده بلکه ویوی که از قبل موجود بود با ویوی جدید یا با ویوی که فعلا ایجاد میکنیم ریپلیس یا جایگزین میشه. یعنی ما میتونیم که ویو را ایجاد کنیم و یا میتونیم که با ویوی قبلی جایگزین کنیم با استفاده از دستور create or replace. قسمی که در اینجا هم میبینین استفاده ایش create or replace view teacher view has select first name last name salary from teachers. در اینجا از به خاطر ایجاد کردن از view از دستور create or replace استفاده شده. ما میتونیم که یک ویو را به اساس یک جدول هم ایجاد کنیم که او جدول در یک دیتابیس باشه که او دیتابیس فعلا فعال یا یوز نیست. پس به خاطر از این کار، به خاطر ایجاد کردن ویو از جدول های و ویو های دیتابیس دیگر ما میتونیم که در قسمت فرام نام دیتابیس باز بعدا نقطه نام تیبل را ذکر کنیم، به این معنی که در دیتابیس فعلی قرار داریم و ما میخواییم از روی یک جدول یک دیتابیس دیگر ویو را ایجاد کنیم، بنابراین قبل از نام جدول قاعده یا جدول بیس تیبل قبل از اون نام دیتابیسش هم باید ذکر شود. تا
طور مثال کرییت کنه یک ویو را به نام بوکس ویو و این بوکس ویو به اساس جدول بوکس ایجاد شود و این جدول بوکس هم در دیتابیس هست که به نام لایبرری هست. پس به می خاطر گفته شده که from library dot books و در قسمت هست سلکت هم آیدی نیم آتور یعنی از جدول بوکس سه ستونش انتخاب شده که عبارت از آیدی هست، عبارت از نیم هست و همچنان عبارت از آتور هست. و زمان که ما بخواییم ویو را ببینیم یا ساختارش استرکچرش را ببینیم همون شکل که ما بر خاطر دیدن ساختار جدول از دسکرایب استفاده میکردیم به خاطر دیدن ویو ها هم میتونیم از دستور دسکرایب استفاده کنیم. خب این بود موضوعات ایجاد کردن ویو و همچنان اهداف استفاده از ویو. پس حالا میریم عملا با ویو ها کار میکنیم. خب باز هم به محیط MySQL داخل میشیم و در این قسمت باز هم /C خب در اینجا به خاطر که ببینیم کدام دیتابیس ها هست show databases دیتابیسی که میخواییم استفاده کنیم AIT هست use AIT و به خاطر که ببینیم کدام جدول ها داره show tables خب در اینجا ما جدول INS داریم جدول teachers داریم جدول depth و همچنان جداول دیگه هست که ما میخواییم از روی از این جداول میتونیم ما ویو را هم ایجاد کنیم. قبل از اینکه بریم ویو را ایجاد کنیم یک بار محتویات جدول را میبینیم from INS یا instructors. خب در اینجا ما میبینیم که یک جدول داریم به نام INS که مخفف instructors است و در اینجا teacher name تیچر آیدی و همچنان سالری اوورتایم دیپارتمنت و دیگری هست و ما میخواییم به اساس همین جدول بیس تیبل یا به اساس جدول قاعده یک ویو را ایجاد کنیم. به خاطر ایجاد کردن ویو باز هم دستور کرییت بعد از دستور کرییت کلمه کلیدی ویو و بعدا نام که برای ویو ما میخواییم بتیم مثلا INS ویو نام اختیاری هست فقط قاعده یا قوانینی که در بخش ایدنتیفایر داشتیم باید در اینجا هم مراعات شود. بعدن کلمه کلیدی هست و بعدن کلمه کلیدی سلکت که از کدام جدول یا به اساس کدام ستونایش میخواییم که استفاده شود. من میخواییم یک ویوی از جدول INS یا instructor ساخته شود که ای ویو شامل فیلدهای خاص باشه که یا فیلدهایی باشه که من میخوایم از این جدول بر من نمایش داده شود. طور مثال من میخوایم از هر استاد آیدیش باشه تیچر آیدی باشه و تیچر نیم باشه آیدیشان باشه نامشان باشه و فقط دیپارتمنت های استادا را کار دارم یا مثلا تنها دیگریشان را کار دارم بر ما یک گزار ویوی باشه که تنها دیگری های استادا را نشان بده و در اینجا هم ما هر ستون را که میخواستیم در اینجا انتخاب میکنیم هست سلکت و بعدا فرام نام جدول که نام جدول ما هست INS خب زمان که ایره انتر میکنیم بر ما می کیوری اوکی شد و اگر ببینیم که می یک ویو به نام INS ویو ایجاد شده یا ایجاد نشده باز هم دستور شو تیبلز در اینجا ما میبینیم که یکی جدول قاعده یا اصلی است که به نام INS است و در اینجا هم ویوش است که به نام INS ویو است. اگر بخوایم که ببینیم معلومات به داخل از این از جدول INS قرار گرفته در این صورت برش باز هم دستور سلکت ستاره فرام INS ویو در اینجا ما میبینیم سه ستونه که آیدی استادا نام استادا و همچنان دیگری یا درجه تحصیل استادا بود در یک ویو تمامشان قرار گرفت. حالا اگر ما بار دوم بخوایم که این ویو را ایجاد کنم
چون ما به این نام یک بار INS View ایجاد کردیم و اگر بار دوم هم کوشش کنم که به این نام View را ایجاد کنم، در این صورت ما با یک ایرر یا غلطی روبرو میشم که در این قسمت میگه که INS View از قبل موجود است. به خاطر که در صورت که موجود باشه امی ویو دوباره ایجاد شوه و یا هم ریپلیس شوه، ما از کلمه کلیدی ریپلیس استفاده میکنیم. پس در اینجا دستور شنشته میکنیم که create or replace بعد نام ویو، کلمه کلیدی ویو و نامش میتیم مثلا INS ویو. این بار میخواییم که تغییرات که در این قسمت بیایه ای است که ای بار می خواهیم که دیپارتمنت استادا را هم ذکر کنیم. مثلا ویو هست سلکت هر استاد آیدیش نام استادا تی نیم و الیاس نیم یا نام استادشان بیای به شکل نیم و بعد از او هم دیپارتمنت استادا دیپارتمنت و بعد از دیپارتمنت ما می خواهیم که دیگری قرار بگیره. پس کار که در این قسمت ما کردیم این بود که یک ستون دیگر به نام دیپارتمنت در اینجا اضافه کردیم. خب ای از کدام جدول صورت بگیره؟ از جدول به اساس کدام جدول اصلی یا بیس تیبل واقع شه؟ به اساس جدول INS. خب قبلا اگر زمان که ما خواستیم به نام دوباره ایجاد کنیم بر ما اینجا یک ایرر یا غلطی داد. در این قسمت بر ما گفت که already exist است، به خاطر که از این غلطی جلوگیری شود و در صورت که موجود است replace شود، ما از کلمه کلیدی or replace استفاده کردیم. خب زمان که انتر میکنیم این بار بر ما نمیگه که error یا غلطی یا از قبل موجود است، بلکه در اینجا ما میبینیم که query اوکی شد. زمان که ما دوباره select ستاره from NS view کنیم میبینیم که فعلا قبلا که ایجاد شده بود به اساس 3 ستون از جدول قاعده بود که آیدی بود، نام بود و دیگری بود، اما حالا که ایجاد شد 4 ستون یا 4 فیلد در بر گرفته که عبارت از آیدی، نیم، دیپارتمنت و دیگری هست که فرض کنیم در جدول استادا شاید معلومات خیلی زیاد در مورد استادا باشه، اقاربشان، شماره تلفنشان، ایمیل آدرسشان، که تمام معلومات ما در جدول INS یا تیچرز ذخیره میکنیم و در صورتی که ما میخواهیم که یک جدول داشته باشیم که به اساس چند ستون محدود یا به اساس چند ستون از جدول قاعده باشه، پس ما میتونیم ویو را ایجاد کنیم و میتونیم که از طریق ویو انسرت دلیت اپدیت هم در جدول بیس تیبل هم انجام بدیم. این بود موضوعاتی که در رابطه به ویو کار کردیم. تا درس بعدی، الله نگهدارتون.